حمایت علمای کشور از نیروهای ارتش ملی در اینجا هم زیر یک چتر گرده هم آمده تا از سربازان افغان پشتیبانی کنند. در این میان برخی مقامات ارشد وزارت دفاع ملی هشدار می‌دهند استخبارات همسایه در تلاش آن است تا نبرد افغانستان را در دراز مدت ادامه بدهند. و همه ما معلوم است که کشور عزیز ما افغانستان در شرایط حساس تاریخ خود قرار دارد. جنگ اعلان شده استخبارات منطقه علیه مردم افغانستان ادامه دارد. اردوی ملی و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور افتخار دارد که فرصت برایشان مساعد شده که از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و شرف مردم افغانستان دفاع بکنند. آنان با اشاره به تمدید حضور نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان که مانعی در برابر گفتگوهای صلح و پایان نبرد در افغانستان گفته شده، خطاب به طالبان میگویند اگر نبرد را در افغانستان پایان دهند، نیاز به حضور خارجی ها در کشور نخواهد بود. مدت موجودیت قوای خارجی در افغانستان تمدید گردد. این نقطه بسیار قابل دقت است. اگر یا مخالفین جنگ را ختم می کردن، جای نمی ماندن برای تمدید چند وقت دیگه قوات های خارجی، و برعلاوه از اینکه جنگ را ختم نکردن، این را تشدید بخشیدن. اما در کنار این همه، علمای دینی نیز هشدار می دهند هیچ کشور از طریق نظامی نمی تواند در افغانستان اهدافشان را برآورده سازند. به گفته عالمان دین، اگر نیروهای امنیتی نیاز به آنان داشته باشند، حاضرند لباس سربازان امنیتی کشور را برتن کرده و در میدان نبرد علیه گروه های هراس افغان به جنگ بپردازند. اگر ما به این عقیده و باورمندی باشیم، باز در آن صورت از استخبارات منطقه، از اردوهای مجهز با نیروی اتمی به هیچ صورت هراس نمی داشته باشیم، زیرا مبارزه و پیکارمان به خاطر الله، به خاطر وطن و به خاطر ملتمان می باشد. در او صورت به هیچ وجه شکست شما را پیدا کرده نمی تواند. دوستای نهایت گرامی، شما به خاطر حسد و دینتان در راه نوامیس ملت و دینتان شما شهید میشید. نه تنها شما، بلکه اگر روزش بیاید ما هم در پهلوی شما انشاءالله قرار میگیریم. در حالی که با گذشت هر روز نبرد در افغانستان گسترش مییابد و طالبان نیز حملاتشان را افزایش میدهند، نیروهای امنیتی افغان نیاز به حمایت مردم دارند. از این رو در اینجا امروز در مرکز نظامی کابل شمار علمای دینی و مقامات ارشد وزارت دفاع ملی گرد هم آمده و حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام میکنند، در حالی که حکومت افغانستان نیز تلاش دارد تا مخالفین مسلح دولتش را به میز مذاکره با میانجیگری کشورهای خارجی به میز مذاکره بکشاند. و حالا دیده شود که روند گفتگوهای صلح افغانستان چی نتیجه را در پی خواهد داشت. اجمل هاشمی، نورین، مرکز تعلیمی نظامی کابل.